بسم الله الرحیم. به نام خدا و به یاد شهدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان نهایت عزیز. امیدوارم جور صحتمند باشین. ما به عنوان یکی از جوانان سرزمین مقاومت میخواهم موضوعات را در ارتباط به دره صوف و ناامنی های اخیر در دره صوف خدمت دوستا پیشکش نمایم. البته دره صوف همه با نام دره صوف آشنا هست. در هر گوشه جهان زمانی که نام از دره صوف برده می شود به نام سرزمین مقاومت نام برده می شود. بدین لحاظ اما در سالهای واپسین دیگر مردم ما و دره صوف مورد کم توجهی دولت و دولت مردان قرار گرفته است که امروز به عنوان نمونه شاهرای مزار دره صوف تقریبا مدت 30 سال می شود که به دست دشمن هست و از مردم ما اخاذی می گیرند دشمن، که سالهای قبل طوری بود که از هر موتر 3000 افغانی میگرفت و حالا این 3000 افغانی مدت یک سال میشه به 10000 افغانی افزایش یافته است و همچنان حملات خونینی که در روزهای واپسین در دره صوف صورت گرفتند توسط دشمن. و اما باز هم با مقاومت شدید مردم دره صوف و جوانمردهای دره صوف این حملات به عقب زده شد و اما از طرف دولت و کل اردوی 209 شاهین هیچ گونه توجهی به سوی دره صوف نشده است. ما از دولت تقاضا داریم اگر نمیتونن در مقابل دشمن در سنگر حضور پیدا کنن، حداقل امکانات دولتی را در خدمت مردم دره صوف قرار بدهند تا مردم دره صوف مانند دهه های قبل دیگر پوزی دشمن را در دره صوف به خاک بمالند و بتوانند دره صوف به عنوان کلید فتح کشور بار دیگر صلح کشور از دره صوف رقم بخورد.